نبی صلی الله علیه و سلم فهمیدی تو یک سیاستمدار بسیار خوبی هستی، سیاستمدار خوب هستی، چرا قدرت سیاسی در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دست کی بود؟ در دست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. قدرت اقتصادی دست کی بود؟ و صحابه کرام، رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام. وقتی که قرن اول و قرن دوم و قرن سه و مردمای خوب بودن که پیغمبر گفت که خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت علمی، اولین عالم و دانشمند در طب، در طب مسلمان ها بودن. وقتی که پس های مسلمان های آمد، نیمچه مسلمان سیزنه مسلمان های سیکولر، مسلمان های بیچید، از این خاطر نصفش ضد ساینس شد، نصفش ضد تکنیک شد، نصفش ضد تکنولوژی شد، نصفش ضد سیرت شد، نصفش ضد حدیث شد. اگر حدیثت عمل کردی، او یا اهل حدیث هستن. اگر قرآن خواندی، اوی ولا یا وهابی هستن. اگر توحید گفتی، او ولا نه یا پنج پیری هستن. او برادر، ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم بس نیست که ما شاگردای مکتب نبوت باشیم. این حال تقسیم بندی ها را شروع کردن و کافر حکومت میکنه، اقتصاد به دست کفار است، سیاست به دست کفار است. کوره گفتن چرا بلند استی؟ گفت نه برادر، من بلند نیستم، زمین پست است، از این خاطر من بلند معلوم میشم، ما اونم قد عادیم است. کافرها چرا پیشرفت کردن؟ به خاطر که ما پست شدیم، ضعیف شدیم، اسلام نفهمیدیم، دین نفهمیدیم، تکت تکه هستیم، نتانستیم که مسلمان ها را در یک صف منسجم بسازیم. اون مسلمان در کلی از این مسلمان میزنه، این در کلی از اون میسازه و تقسیم بندی هاست و فلان است. نه قرآن نفهمیدیم، نه از این دنیا شدیم، نه از اون دنیا. از این خاطر فایده سیرت نبی صلی الله علیه و سلم چی است؟ که باز میفهمی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کی بود؟ کی بود؟ تو درباره کی گپ میزنی؟ درباره یک انسان عادی گپ نمیزنی. درباره یک کسی گپ میزنی که والله که اگر شخصیت از رو بخوانی یعنی ایران میمانی. پنجمین دلیلش گفت سبب چی میشه؟ احترام به رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام. حال که مردم بی ادبی میکنن یا سیرت نمیخونن یا نخوندن. ششمین علت که ما سیرت نبی صلی الله علیه و سلم میخوندیم این است که خواندن درس های سیرت نبوی سبب تصحیح عقیده میشن. عقیده ما را درست میسازن، اخلاق ما را درست میسازن، اعمال ما را درست میسازن، افعال ما را درست میسازن، عادات ما را درست میسازن. از این خاطر باز یک مسلمان واقعی میشیم. حال مسلمان هستیم 20%، 30%، 40%، 50%، 60%، اما مسلمان 100% نیستیم. باید این را اعتراف بکنیم. آیا اعمال مطابق عمل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است؟ اگر ما اعمال ما مثل اعمال رسول الله صلی الله علیه و سلم می بود، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. شما عصر صحابه کرام، عصر نبوت سعی کنین که مردم در دین اسلام گروه گروه داخل میشد. حضرت عمر رضی الله عنه در مدینه منوره کجا رسیدن؟ رسیدیم صاحب در سوریه. کجا رسیدیم؟ رسیدیم نزدیک بحر رسیدیم. کجا رسیدیم؟ رسیدیم نزدیک اروپا. کجا رسیدیم؟ در فلانی منطقه افریقا. سبحان الله. ما خود فقط در یک چهار دیوالی قید کردیم، بعد اون سر میزم هم نقشی یک قریگک. نه، صحابه کرامی قسم دارم در سر میز صحابه کرام نقشه دنیا گذاشته شد. و بیرق اسلام در کجا؟ در سر دنیا میذاشت. ما چیزی ورق میزنیم؟ در سر خانه خودم بیرق اسلام بلند کرده؟ به خاطر چی است؟ نیکلش هستی است. خب هفتمین دلیل چی است؟ که خواندن درسای از سیرت نبی صلی الله علیه و سلم سبب شناخت رهبر اصلی میشه. امروز مشکل مردم چی هستن؟ مشکل مردم، بزرگترین مشکل عصر ما، مشکل اختیار رهبریت است.